سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال آموزش آنلاین فراگیر. خب این جلسه دوم استوریج است که در خصوص کانسپت ها و تکنولوژی استوریج داریم صحبت میکنیم. در خدمت دوست عزیز آقای فرانی هستیم. خب علی جان بفرمایید. اولا سلام عرض میکنم خدمت دوستان، انشالله که جلسه قبل جلسه مفیدی بوده باشه. امیدواریم که این جلسه هم به اندازه کافی قابل استفاده باشه. ما رسیدیم به اینجا که خب حالا ما فهمیدیم که نیاز داریم استوریج رو استفاده بکنیم و بخریم، حالا چه استوریجی چه کمپانی هایی. همونجور که شما گفتی یه دسته کمپانی هستن دیگه، اونا که معروف هم هستن، مثل EMC و HP و نمیدونم، حالا که دیگه EMC هم شد دل EMC و حالا HP و هیتاچی و حتی دورادو هواوی و اینها، اینا که یه مقداری پرمصرفن و یه سری برندهای داخلی. حالا کدومش رو باید استفاده بکنیم؟ جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم که آقا هرچی بالاتره رو نمیتونیم استفاده کنیم، حداقل تو ایران ما امکان استفادهش نیست. یعنی ما بعضی وقتا گیر تحریمیم، نمیتونیم واردش بکنیم. بعضی وقتا با یه دردسری واردش میکنیم، نمیتونیم لایسنسش کنیم. بنابراین باید به اینا فکر کنیم و بعد بعضی وقتا با دردسر لایسنسش هم میکنیم، پشتیبانی نمیتونیم بگیریم دوست. و اینا همه مقوله های مهمیه. یعنی ما برامون پیش اومده که استوریج رو صرفاً به این خاطر که تونستیم پشتیبانی کاملی بگیریم، یه برند دو سه تا برند خیلی خوب گذاشتیم کنار، برند چهارم پنجم انتخاب کردیم واقعا به این خاطر. چون ببینید دیتا مقوله مهمیه دیگه، مهمترین مقوله حوزه دیتا سنتر. یعنی شما دیتا رو که از دست بدی عملا با خودت بری دیگه، باید بذاری بری. یعنی به قول یکی از دوستانی که باش کار میکردی میگفت دیگه دیتا آخرین جبهه هست، یعنی نباید این از دست بره. این از دست بره دیگه عملا شما چیزی ندارید واسه اینکه وایسید. خب حالا واقعیت اینه که هر چقدر هم که استوریجتون انترپرایز باشه و با سابقه باشه و خیلی هم خوب کار کرده باشن و حتی تجربه خوبی هم داشته باشن تو دنیا، با یه سری معضلات و مشکلاتی مواجه میشه. این واقعیت کار مهندسیه دیگه، درست. پس حتما لازمه که بتونی پشتیبانی بگیری. به نظر بنده اگر ما کارمون به اندازه خوبی انترپرایزه، به اندازه خوبی جدیه، باید بتونیم یه پشتیبانی هم بگیریم. حالا حداقل یه لایسنس پشتیبانی داشته باشیم واسه یه دست از استوریج هامون که حالا یکیشو یه موقعی استفاده بکنیم. خب پس این دو سه تا معیار رو باید لحاظ بکنیم. بعد از این معیارها بله، مقوله بحث پرفورمنس و اینها مهم میشه و کاربردی که ما در واقع داریم برای اون استوریج. یعنی ما این استوریج داریم میخریم که چه بشود، یعنی چه پرسشی رو داریم با این استوریج پاسخ میدیم، برای چه کاری داریم میگیم، برای چه اپلیکیشنی داریم میگیریمش، آیا داریم به صورت کلی بدون اینکه بدونم آینده چیه، نمیدونم کجا دارم استفادهش میکنم، دارم میخرمش. اینم یه رویکردیه، اتفاقا رویکرد مرسوم هم همین شکلیه. یا نه من دقیقا میدونم میخوام چه کار بکنم، برای این موضوع خاص دارم میگیرمش. این یه جور دیگه باید بهش نگاه بکنیم. حالا علی جان من یه تجربه مشابهم بگم. ما یکی دو تا پروژه داشتیم، خب از فایروال پالو آلتو اومدیم استفاده کردیم. یعنی کارفرما بنا به دلایل خودش اومد پیشنهاد فایروال پالو آلتو داد و خب پیمانکارم آورد براش. بعد از اینکه آوردنش فایروال، تازه مشکل شروع شد. مشکلی بود که اول از همه خب ما قرار بود برای این فایروال مدرس پیدا کنیم که تدریس کنه. اصلا مدرساش خیلی کم بود، واقعا معدود بود و پیشنهادشون هم خیلی بالا بود. دومی که بخواستیم لایسنس براش پیدا کنیم، لایسنس اصلا پیدا نمیشد. یعنی اصلا شرکت هایی که لایسنس پالو آلتو رو میفروختن یا محدودن، اونایی هم که اصلا خیلی گرون میفروشن. و خب این تیم مثلا اون شرکتی میخواست نگهداری کنه، خب قبلش با فایروالی مثلا فورتیگیت اینا کار کرده بود و یه مقدار براش سخت بود. یعنی اگر مشکلی چیزی اتفاق می افتاد، ترابلی شوت کردنش هم یه مقدار سخت داره. لذا ما بعضی وقتا با توجه به یک سری از پارامترها، اینکه مثلا سازمان نیروی کافی
که بلد باشن با اون دستگاه کار کنن داره، میتونه مینتیننسش کنه. اینجور نیست که مثلا بگیم خب کمپانی ایکس چون خیلی فایروال خوبی تولید میکنه، چون خیلی فایروال در واقع استوریج خیلی خوبی تولید میکنه، من میتونم بیارم داخل یه شرکت خیلی کوچولی استفاده کنم، بعدش تازه میمونم چجور اصلا لایسنس براش بخرم، چجور اصلا کسی رو پیدا کنم آموزش بده و اصلا راه اندازیش کنم، محدود میشه. و از اینه که خب تحریم هم هستیم، یعنی واقعا این که از کانال های مختلف یه تجهیز بخوام بخرم برای وارد کردن، میبینی یه تجهیزی که مثلا ان تومن قیمتشه ضرب در 3 شده واقعا. خب به خاطر همین این پارامتر رو در نظر بگیرید، یعنی هیچ وقت شاید در خارج از ایران منطقی باشه ما بریم سراغ گارتنر، که من فکر میکنم حتی داخل اونجا هم با توجه به نیاز باید بریم مثلا یه دستگاه رو انتخاب کنیم، یه تکنولوژی رو انتخاب کنیم، ولی در مجموع حداقل در ایران مد نظر قرار بدیم که ما تحریم هستیم، ما اون پشتیبانی که شرکت هایی که مثلا مثل پیور استوریج، مثل پالو آلتو و خیلی از کمپانی دیگه اصلا این نداریم، این پشتیبانی رو نداریم، اصلا شدنی نیست، شدنی نیست عملا. خب علی جان گفتی که خب ما الان مثلا انتخاب کردیم، فرض کن ما دو تا از برندهایی که تو ایران زیاد استفاده میشه، یکی اچ پی ای، یکی دلی ام سی. مثلا من اومدم گفتم خب برم اچ پی بگیرم، ام اس ای بگیرم، مثلا ام اس ای 1060 داریم، 2060 داریم، از اون ور سری یونیتی، مثلا سری یونیتی 380 داریم، 480 داریم، 680 داریم، خب یا خیلی از استوریج دیگه. من چجور انتخاب کنم این استوریج؟ یعنی من بر چه اساسی، چه پارامتری برای انتخاب این استوریج مهمه؟ اینکه مثلا من میتونم بگم خب چون مثلا به جای مثلا MSA من برم مثلا یونیتی مثلا 480 680 بگیرم، مثلا اصلا بالاترین مدل ها رو بگیرم، برم پرایمر ها بخرم، منطقی هست یکی که یه سری پارامترها من باید در نظر بگیرم برای انتخاب این استوریج؟ یعنی با توجه به نیاز سازمان چه پارامتر رو من باید در نظر بگیرم؟ خیلی مهم. یعنی در نهایت ما داریم وارد دنیای واقعی میشیم، یعنی حالا بله. الان ما با همه حرفا که زدیم آخر سر میخوایم یه استوریج انتخاب بکنیم. همونجور که تو گفتی فقط کپکس مهم نیست دیگه، یعنی فقط قیمتش چی بود و اینها مهم نیست، موضوع اینه که ما باید بتونیم نگهداریش هم بکنیم. این نکته اول که راجبش صحبت کردیم. نکته دوم اینه که حالا ما با فرض اینکه ما 4 تا 5 تا مثلا گزینه داریم و میخوایم از میون اینها انتخاب بکنیم، خب ببین همینجوری که خدمت عرض کردم ما باید به نیاز خودمون دقت بکنیم، یعنی باید ببینیم برای چه کاری داریم این استوریج رو میخریم، چه حجمی از دیتا رو میخوایم روش بریزیم اولا، و این حجم دیتا با چه پرفورمنسی میخواد روش ریخته بشه، که حالا پرفورمنس رو ما میتونیم تحت دو تا عنوان آیوبس و مثلا گذرده تروپوت در نظر بگیریم به صورت خیلی کلی و راف. بنابراین ما واسه همون مهمه، یعنی ما یه متخصص برای اون مهمه، وقتی داریم استوریج انتخاب میکنیم به این دو ستامون، بعد از اینکه به هر حال موضوعات ابتدایی که راجبش صحبت کردیم و پس کردیم ازش عبور کردیم، حالا میرسیم به قسمت های فنیش که من برای چه تکنو، برای در واقع چه سرویس هایی دارم اینو میخرم. ببین حالا بدتر نوشته بودم الان بگم، ببین مهمه که بدونیم نحوه برخورد دیتا، نحوه برخورد دیتا با استوریج چه شکلیه. یعنی به صورت خیلی خیلی کلی اگر دو سمت یه تیف رو نگاه بکنیم، یه سمت یه تیف دیتاهای از جنس سیکوئنشال رو داریم، درست، اون سمت تیف در واقع دیتاهای از جنس کاملا رندوم رو داریم، کاملا رندوم. یعنی اگر اینو بگیریم یه تیف، و واقعیت اینه که خیلی وقتها دیتا نه دقیقا کاملا رندومه، نه دقیقا کاملا سیکونشه، یه چیزی بین این هاست، خیلی وقتها وسط این تیفه. ولی میخوام بگم اگه این تیف رو داشته باشیم، خود اینکه بدونیم اپلیکیشن رو خیلی خیلی رافلی حداقل تو کدوم سمته، یعنی بیشتر به سمت رندومه یا بیشتر به سمت سیکونشاله، موثره. دو، من انتظار دارم چه حجمی از دیتا رو روی استوریجم بریزم و تا کی قرار این استوریج بهم پاسخ بده. من باید یه ترندی از رشد دیتا هم داشته باشم. یعنی من مثلا میگم بر نگاه کردم دیدم که مثلا فرض کنید 2 سال پیش دیتای من بوده 10 ترابایت،
سال قبل شده 30 ترابایت، امسال شده 90 ترابایت. معلومه میتونم از روش یه نموداری بکشم. اگه قرار این استوریج بخرم که یک سال یا دو سال بهم پاسخ بده، باید این نرخ رشد رو بهش توجه بکنم. بنابراین هم باید به نرخ رشد توجه بکنم، یعنی اینکه قرار این استوریج برای من چقدر چه مدت کار بکنه، هم اینکه اپلیکیشن هم چیه، من آیا میتونم بیام برم برای یه دیتابیس با ترانزکشن های خیلی زیاد برم یه استوریج مثلا مبتنی بر دیسک های NLSS بخرم، که حالا راجبش الان راجب دیسک ها انواع دیسک ها صحبت میکنیم، میتونم برم یه چیزی بخرم؟ جواب احتمالا منفیه، یعنی نمیتونی بری بخری، فقط نمیتونی به حجم دیتا نگاه بکنی، باید به نوع دیتات هم نگاه بکنی، چه پرفورمنسی و نیاز داره نگاه بکنی. بنابراین ما وارد یه مقوله بعدی میشیم که آقا اون پارامترهای پرفورمنسی چیه، ما باید به چیا دقت بکنیم. حالا خیلی رافتی خدمت شما عرض کردم که اون مقوله فنی، یکیش اینکه حجم چیه، من با چه ترندی داره دیتام زیاد میشه، این استوریج قرار واسه چه مدتی داشته باشمش، دو نوع دیتام چیه، ازش چه یعنی انتظار دارم استوریج من چه در واقع نیازمندی های پرفورمنسی اهم از آیوبس و در واقع تروپوت رو پوشش بده. بنابراین اینها رو هم باید لحاظ بکنم و در نهایت اون چیزی که واقعی قیمت بعد نگاه بکنیم بودجمون چقدره. پس مهمترین به نظر من حالا گذشته از این که دیتای ما مهم این است که اول از همه دیتای ما رندوم باشه یا سیکوانشال، یعنی باید بشناسیم. خب رندوم ها میدونی که دیتابیس ها از نمونه رندوم هستن، سیکوانشال ها مثل دستگاه هایی مثل دی وی آر، بله دیتا های از جنس ویدیو استریم ها، استریمینگ مثلا بله. در واقع به صورت سیکوانشال هستن و خب آیوبس در واقع برای اون زمانی استفاده میشه که ما در مورد دیتاهای رندوم صحبت میکنیم. ما میگیم مثلا آیوبس مثلا فرض کنی این دیسک مثلا 100 آیوبس این دیسک به ما میده، در مورد مثلا چی صحبت حالا اینو یه ذره بازترش میکنیم و یعنی یه ذره فکر کنم امید جان این جا داره که شاید حتی تو این جلسه خیلی نرسیم که کامل بحث بکنیم راجع به آیوبس، شاید بعد توی جلسه مجزایی ذره بازش بکنم. آره کاملا دیسک های مختلف رو پوشش میدیم، اینا چه دیسکایی داریم، انواع مختلف دیسکا رو پوشش میدیم، بعدش هم در مورد آیوبس و اینا صحبت میکنیم. بعد خب حالا این سوالی هست، یعنی بعضی وقت برای خود من سوال هست و ببینید ما یه قابلیتی در واقع روی این استوریج ها داریم تحت عنوان تیرینگ یا اوتو تیرینگ. خب اگر ما بتونیم از یعنی در واقع اگر ما روی استوریجمون انواع مختلفی از دیسکا رو داشته باشیم، مثلا SAS داشته باشیم، NLSAS داشته باشیم و SSD داشته باشیم، خب ما میتونیم داده ها رو با توجه به میزان ریدی که روش انجام میشه، با توجه به رجوع به دیتا جابجا بشه. امید جان اول راجع به انواع دیسک ها یک کوچولو توضیح بده که بدونم اصلا این انواع وجود داره، بعد چون بعضی از مخاطبین مقداری عام تر هستن، میخوای راجبش خیلی کوتاه یه توضیح بده بعد راجع به این دو تا خیلی بعد خب حالا به صورت کلی صحبت میکنیم، یعنی به صورت دیتیل صحبت میکنیم، ولی خب ساسا خب سرعت های دیسک هایی هستن که با سرعت های معمولا 10K و 15K هستن، نوع ارتباطشون به صورت در واقع 12 گیگ است، الان بعضی از ساسا 24 گیگ ارتباط برقرار میکنن، نوع کانکشن و ارتباطشون و هم اسپینی هست، یعنی دیسک دارن. آره دیسک داره، البته ما SSD هایی هم داریم که خب SSD با پروتکل ساس وصل میشه، بعضی از SSD ها با پروتکل ساس هم وصل میشه. خب SSD ها خب از جنس فلش هستن، مثلا این فلشی که ما خودمون تو خونه استفاده میکنیم و خب سرعت خیلی بالاتری دارن. معمولا SSD ها به خصوص برای رندوم رید، زمانی که دیتای ما جنسش رندوم باشه و رید بسیار بالایی داشته باشیم، از SSD بسیار استفاده میشه، چون بالاترین پرفورمنس رو برای رندوم رید به ما ارائه میده. حالا داستانی که حالا پس بذار من یه جنبندی بکنم، بنابراین به نظر میسه ما با سه تایپ فعلا یا حالا شاید چهار تایپ بعدن بشه، من NVMe فعلا گذاشتم کنار، فعلا گذاشتمش کنار، یعنی تو استوریج هایی که همین الان خیلی روند بازاره احتمالا ما سه تایپ مختلف از دیسک رو میبینیم.
در واقع دیسک های که ما بهش میگیم NL SAS، دیسک های SAS و دیسک های SSD. اون دو تا تایپ اول که تحت عنوان ما HDD بهشون در واقع باهاشون برخورد میکنیم، یعنی هارد دیسک هستن، یعنی احتمال، یعنی یه دیسکی توشون دارن که اسپین، اینا میچرخن. اینجوری بگیم، میخوام بگم این وجه تمایزشون با SSD ها چیه. در واقع اونا توشون یه دیسکه، چه NL SAS چه SAS. فقط حالا خود این مکانیزم اجراییشه، یعنی این در واقع فانکشنشه، یه پورت خب ارتباطی هم داره دیگه، که اون با اون پورت ارتباطی که من با این دیسک دارم ارتباط برقرار میکنم. این پورت خودش قدیما میتونه ساتو هم باشه، آتو هم باشه، ولی خب دیگه خیلی ساله که دیگه عملا فقط ما از SAS داریم استفاده میکنیم. یعنی این پورت ارتباطی این دیسکه دیگه SASه، که حالا این SASه مثلا تو مدل NL SAS مثلا معمولا با مدل NL SAS که میگیم، یعنی دیسک هایی که سرعت RPM اون چرخششون مثلا چیزی حدود 7.2 کیه و عموما وقتی که بیشتر از اینه دیگه بهشون معمولا دیگه حالا ما میگیم SAS دیسکا، اون که معمولا 10K یا 15K ده، یعنی 10000 دور یا 15000 دور میتونن بچرخن. اما پورت ارتباطیشون که مکان سسه، یعنی آره، چه NL SAS ها چه SAS هایی که 10K و 15K هن. خب قبلش فکر کنم بهتر باشه ساتا هم مطرح کنیم. آره، چون سرعت ارتباط ساتا حدودا 6 گیگه، یعنی سرعتی که در واقع اون هارد دیسک، اون دیسک با چیز ارتباط برقرار میکنه، با اون کنترلر داره ارتباط برقرار میکنه، 6 گیگه، یا بهتر بگم با مادربرد ارتباط برقرار میکنه. توی SAS ها 12 گیگه 24 گیگه هم داریم. NL SAS در واقع یه دیسکی است که از خود ماهیتش ساتا هست، سرعتش پایینه، 7200 هست، ولی ارتباطش از طریق SAS برقرار میشه. بله. ارتباطش 12 گیگه. بله. ساتا خب 6 گیگ هستن و خب SAS هم که استفاده هم نمیشن عملاً. SSD هم بهتره بگم، SSD هم میتونه با پروتکل SAS ارتباط برقرار کنه، با پروتکل NVMe هم میتونه ارتباط برقرار کنه، که خب یعنی ما جلسات آتی در موردش صحبت میکنیم. اوتو تیرینگ رو میفهمیدی شما؟ آره، اوتو تیرینگ. حالا آقای فرانی، من فکر کنم خیلی اینجوری راحت تر باشه. ببینید، شما مثلا یه کامپیوتر رو دارین، کلی مثلا فایل دارین داخلش، مثلا یه فایل، یه سری فایل ها تصاویر مال 10 سال پیشه، بعد 15 سال پیشه، مثلا چندین سال پیشه. خب فایلی که مثلا مال 7-8-10 سال پیشه، شما منطقا اگر اون کامپیوترتون SSD باشه، منطقی نیست فایل 7-8 سال پیش که رجوع بهش میشه، که خیلی کم رجوع بهش میشه، رو من ببرم توی SSD بزنم، توی SSD نگهش دارم. لذا جهت صرفه‌جویی در واقع یه مقدار کاست بخواین در نظر بگیریم از لحاظ اقتصادی، میگه آقا من میرم یه دون هارد اکسترنال میخرم و اون دیتاهایی که قدیمی تره، اون دیتاهایی که در واقع دسترسی بهشون من کمتر بهش رجوع میکنم، کمتر بازشون میکنم، اونو میذارم داخل هارد دیسکم. یه جوری داری کاست سیوینگ انجام میدی. توی خب استوریج هم همینجوره. تو استوریج من دیتاهای مختلفی دارم، من یه سری دیتاها دارم که دسترسی بهشون خیلی زیاده، رجوع بهشون خیلی زیاده، یه سری دیتاها دارم که دسترسی بهشون کم، متوسط تقریبا، و یه سری دیتا هم دارم خب خیلی کم بهش دسترسی پیدا میشه، خیلی کم بهش. لذا اگر من قرار باشه مثلا بیام یه استوریج فول فلش و آل فلش و یا بگیرم و تمامی این دیتا رو رو فلش قرار بدم، خب منطقی نیست. یعنی کلی هزینه اوکی هست و سرعتش همه چیز اوکی، ولی از لحاظ هزینه‌ای منطقی نیست. یکی از کار اینه که خب استوریج هیبرید استفاده کنم. من اون استوریج ترکیبی از مثلا هاردای دیسک های مثلا NL SAS باشه، SAS باشه و SSD باشه. حالا اون دیتایی که زیاد مصرف میشه، زیاد رجوع بهش پیدا میشه، یعنی پیدا رجوع بهش میشه، اتوماتیک خود استوریج توی SSD قرارش بده. وقت رجوع به دیتا کمتر شد، بیارش توی SAS، و وقت خیلی کمتر شد، بیاد داخل NL SAS قرارش بده. خب این قابلیتی هست که بهش میگن تیرینگ، اوتو تیرینگ، چون به صورت اتوماتیک انجام میشه. رو برندهای مختلفش اسامی مختلفی میگن، مثلا توی
ام اس بهش میگن تیرینگ توی دل ای ام سی یونیتی ها بهش میگن که فست وی پی. فست البته به معنی سری نیست، فست مخفف فولی اتوماتد استوریج تیرینگ ویچوال پرویژن، اون وی پی هم میشه ویچوال پرویژن هست. و توی خب استوریج های مثل تریپارت بهش میگن ادپتیو اپتیمایزیشن. حالا نکته ای که هست اینه که خیلی اوقات چون جا به جایی در واقع اطلاعات بین این دیسکا نیاز داره که پردازش انجام بشه دیگه، لذا توصیه میکنن که کار اوتو تیرینگ اگر میخواین انجام بدین اسکیجولش، چون من میتونم این کار انجام، من میتونم به صورت دستی اسکیجولش کنم، یا اینکه مثلا به عهده خود استوریج بذارم تو این تایم خاص خودش اتوماتیک هر وقت که لازم بود این کار انجام بده. توصیه میکنن که زمانی که لود و کاری روی استوریج کم هست این کار انجام بدیم، به این دلیل که پردازش میندازه روی در واقع اون استوریج من. ولی امروز من یه چیز جالبی دیدم، مثلا استوریج های پرایمرا الان ما نگاه میکنیم میبینیم مثلا اوتو تیرینگ رو نداره، یا یه سری از استوریج های انترپرایز کلاس اوتو تیرینگ نداره. یعنی دلیلی که من اوتو تیرینگ پیاده سازی نمیشه تو استوریج های جدید به خاطر اینه که لود و کاری مینداخت روش، یا که یه دلیل دیگه ای داره. امیدوارم خیلی جالب، یعنی خیلی کامل گفتی. ببین اولا که ما اصلا تکنولوژی اینجوری رفتار میکنه دیگه، یه دسته تکنولوژی میاد بعد با یه نگاه نقادانه به قبل دوباره تکنولوژی های قبلی رو دوباره نقد میکنه، آیا لازمه دوباره باشه، اصلا چرا باید باشه، یعنی اینجوری بهش نگاه میکنه، چجوری داره کار میکنه. راستش رو بخوای مثلا این اوتو تیرینگ تکنولوژی بود که این در واقع تولید کننده های استوریج خیلی هم روش مانور میدادن، خیلی چیز جذابی به نظر میرسید دیگه، اسمش هم خیلی قشنگه، ولی در عمل اونقدر واقعی نبود. یعنی همینجوری که تو گفتی، ببین تو وقتی این استوریج خریدی خیلی وقتا داری تا نزدیک های انتهای توان پردازشیش ازش داری توانشو میکشی، بنابراین حالا یه کار جانبی رو هم بخوای به دوشش بذاری این خودش خیلی سنگینه، پس این کار رو نمی کردی. عموما اینجوری نیست که هر لحظه این اتفاق داره میافته، اینجوری نیست. وقتی هم که اوتو تیرینگ رو ست میکردی عموما میرفت شبا میومد شروع میکرد به جابجا کردن دیتا ها، یعنی دیتا ها رو تبدیل میکرد به هات و مثلا وارم و کولد و اینا، خودش شروع میکرد جابجا کردن این دیتا ها، دیتا هایی که مثلا به نظرش هاتر میبرد تو SSD ها و دیتا هایی که مثلا دیگه به نظرش کم رجوع بودن و برمی‌داشت میبرد توی کولد و اینها، تو اون در واقع دیسکای کند. اما واقعیت اینه آقا دیتا انقدر ساده قابل پیش بینی نیست، اینجوری نیست که تو امروز رو سمپل بکنی واسه فردا نسخه بدی، همون لحظه بعد یه کاری واسش می‌کردی. خیلی وقتا اینجوری بود که وقتی اینا جا به جا می‌شدن دوباره نحوه برخورد با دیتا عوض شده بود، یعنی دیگه دیتایی که الان توی اس اس دی بود واقعا دیتا هاتی نبود، یعنی این مشکل خیلی مشکل جدی بود، یعنی اصلا به این سادگی نبود که امروز بررسی کنم واسه فردا نسخه بدم، یعنی بعد خیلی وقتا آنلاین این کارو می‌کردی، برای این واقعی نشد. و یعنی میخوام بگم اصلا چقدر واقعی بود خیلی واقعی نبود. دو اینکه خب لود می‌ذاش روی استوریج، لود می‌ذاش. بنابراین حالا همونجوری که قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، استوریج ها یعنی اون تولید کننده های استوریج به دنیای واقعی نگاه کردن، یعنی آقا ادمنستریتور واقعا این کارو نمی‌کنن، ادمنستریتورها خودشون میان تصمیم میگیرن با دیتا چجوری رفتار بکنیم، یعنی خودشونن که به نحو درستی وضعیت سازمانو میدونن، نحوه برخورد با دیتا رو میدونن، حالا میان خودشون تیر میکنن دیتا هاشونو. پس نگاه بکنی بعد از یه مدت، مثلا الان شاید 6 7 سال دیگه، خیلی از این تولید کننده های بزرگ رفتن به اون سمت که آقا شما به نحو درستی خودت برنامه‌ریزی کن، خودت تیر بکن دیتا هاتو، تا این تیرینگ واقعی، یعنی ما الان تو انترپرایز بزرگ واقعا اینجوری داریم به موضوع نگاه میکنیم. چجوری نگاه میکنیم؟ که خودمون میایم دیتا رو ستیکه میکنیم، دیتا رو میکنیم دیتا های کاملا هات، دیتا های وارم، همونجوری که تو گفتی این دیتا هات اینه که یه بند داریم باهاش کار میکنیم، همش داریم باهاش کار میکنیم. دیتا های وارم دیتا هایی که من نیاز دارم بهشون رجوع بکنم، ولی نه با این سرعت و با این در واقع فرکانس. و دیتاهای کولد، دیتاهایی که شما دیگه احتمالاً بهش رجوع پیدا نمی‌کنی، ولی نمی‌تونی هم دور بریزیش، باید داشته باشیش. بنابراین
یعنی انگار که به نحو درستی تولید کننده هم به این نتیجه رسیدن که آقا این تیرینگ خیلی واقعی نبود، بنابراین بسپریمش به خود ادمینستریتور. پس انتظار اینه که مدیر استوریج به نحو خوبی هم فضای سازمانو هم دیتاشو بشناسه، هم تجهیز درستی و سفارش بس بده، حالا با سایز مناسب دیگه، ببینیم بالاخره باید قیمت رو لحاظ بکنه. خیلی عالی. حالا من تکمیل صحبت شما، من فکر می‌کنم یکی دو تا دلیل دیگه هم داره. یعنی خب وقتی که من از تیرینگ دارم، اوتو تیرینگ دارم استفاده می‌کنم رو استوریج، پرفورمنس من قابل پیش بینی نیست. مثلا منی که الان دارم از استوریج استفاده می‌کنم، فرض کن دیتای من روی SAS است، خب یه آیوپسی رو می‌گیرم، وقتی که یه نفر دیگه، دو نفر دیگه مثلا بعدش است و چهار نفر دیگه استفاده کردن، می‌بینم مثلا نفر چهارمی یه آیوپس دیگه رو، چون دیتا جابجا شده اومده روی SSD، حالا یه آیوپس دیگه داره در واقع دریافت میکنه. لذا ریسپانس تایم من برای برخی از اپلیکیشن ها اصلا قابل پیش بینی نیست. بعضی وقت یه مقدار اپلیکیشن ما داریم مثلا نیاز به پرفورمنس خیلی بالایی داره، ولی رجوع به دیتاش فعلا در شرایط فعلی کمه. استوریج کاری که میکنه اینه که میاد این دیتا رو از روی SSD میبره روی SAS یا NLSAS حتی. حالا یک بار اپلیکیشن اون اپلیکیشنه نیاز به پرفورمنس بالایی داره و در واقع اتفاقی میفته با کندی مواجه میشه. البته ناگفته نماند، خود تولید کننده های استوریج میگن که اگر شما اپلیکیشنی داری که خیلی وابسته به صورت مداوم، توجه کنید به صورت مداوم، اگر نیاز به پرفورمنس خیلی بالایی داره، اصلا روی اون پولی که در واقع اوتو تیرینگ روش راه اندازی کرد نیارش، برو یه پول مجزایی مثلا از SSD ایجاد کن و از اون پوله بهش سرویس بده. یا برعکسش، شما یه سری دیتاها دارین که اصلا رجوع بهش کمه، دیتاهای زیادی داخل پول هست، یعنی فرض کنید مثلا اگر پولتون مثلا 1 گیگ هست، مثلا میگم 1 گیگ هست، مثلا 700 میگیش دیتاهایی هست که رجوع بهشون کمه. خب منطقی نیست من اصلا بیام یه پولی اینو بذارم داخل پولی که تی اوتو تیرینگ روش فعال است. من یک پول مجزایی مثلا ایجاد بکنم مثلا برای فرض کن بکاپ، چون حجم زیاده ولی رجوع بهش کمه، منطقی نیست. ولی در مجموع جالبه استوریج جدید در واقع از این تکنولوژی استفاده نمی کنم. من در پایانم یه مقدار طولانی میشه، ولی خب یه چیز جالب بگم، خب ما از هارد استفاده می کنیم دیگه، از زیادم از هارد استفاده می کنم روی کامپیوتر. خب خیلی ها برای گیمینگ ازش استفاده می کنن، حتی برای گیمینگ بنا به اشتباه، درسته آیوپس بالایی میخواد گیمینگ، ولی وقتی که من میام برای اپلیکیشن هایی که پرفورمنس زیادی احتیاج دارن میام از هارد استفاده میکنم، وقتی که هارد اون میزان در واقع سرویسیش به 70% میرسه، یعنی من میام از 70% آیوپسی که اون هارد ارائه میده، مثلا فرض کنید یه هاردی 100 آیوپس ارائه میده، من اگر از بالای 70 آیوپس اومدم استفاده کردم، خب پرفورمنسش به شدت کاهش پیدا می‌کنه. دلیلش چی آید دکتر مثلا؟ آره. این از اون موضوعات تریکیه دیگه. یعنی البته من فکر کنم خیلی نمی‌تونیم بازش بکنیم، چون بعد نمی‌خوایم طولانیش بکنیم. جلسات بعدی شده بهشون بیشتر می‌پردازیم. من فکر کنم ما تو جلسات بعد مثلا راجع به آیوس باید یه ذره صحبت بکنیم، راجع به تروپوت و اینها. بعد اونجا راجع به این بیشتر بحث می‌کنیم. به هر حال نگاه کنید این دیسکه یه سری کیو توش ایجاد میشه اینها، از یه عددی که رد میشه، حالا بعدن دوستان میتونن یه چکی بکنن، من فکر کنم ما حتی بتونیم مثلا اون نمودارش رو هم تو پایین تو در واقع کامنت و این کپشن اینها بذاریم که ببینن، از یه عددی که رد میشه، یوتیلیزیشن مثلا از 70% که رد میشه، این حتی دیگه همون عدد رو هم بهت نمیده. بنابراین اینم جزء اون محاسبات آیوپس باید بیاریمش. دلیلش رو بذارید ما تو اون جلسه صحبت بکنیم، چون دیگه الان من فکر کنم خیلی طولانی شد این سشن. ولی به صورت کلی، بله به صورت کلی، اگر از 70% یه دیسک میزنیم، فرض کنید عرض کردم خدمتتون، اگر 100 آیوپس باشه، از بیش از 70 آیوپسش استفاده کنید، پرفورمنس به صورت نمایی بالا میره. بله.
و پرفورمنس کم میشه. پرفورمنس کم میشه و در واقع لودی که روی اون در واقع میفته به صورت نمایی میره بالا. یعنی حالا مثلا دوستانی که دوست یعنی حوصله ندارن سب کنن میتونن برن بحثای کیو اینها رو نگاه کنن، اونجا توضیح کامل داده، ولی ما ان شاءالله بازش میکنیم. چرا؟ بله بله، ما در مورد موضوع صحبت میکنیم که اگر توی هارد دیسک اگر بیش از 70% از ظرفیت اون هارد دیسک استفاده کردی چه اتفاقی میتونه بیفته، چرا کند میشه، دلیلش چیه، و از این موضوعات صحبت میکنیم تو جلسه آینده. خب من صحبتی ندارم علی جان. ممنون، مرسی، متشکرم، وقت گذاشتین، ممنون. ما ان شاءالله تو جلسه آینده ادامه میدیم. مرسی، ممنونم، روز بخیر. مرسی.